داستان عشق فریبا و شیما، داستان عشق یک دختر و دختر دیگر. بله، داستان عشق فریبای لزبیان و یا هم جنسگرا و شیما. با من رضا پورکیان از شنیدن نکسون پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکس وان پلاس خوش آمدید. فریبا 20 ساله است و با خانوادهش زندگی میکند. ولی والدین و خواهر و برادرانش از تمایلات جنسی زنانه او بخبرند. فریبا میگه: من 15 یا 16 ساله بودم که متوجه شدم از مردها خوشم نمیاید. من در آرایشگاه زنانه کار میکردم و با دختران زیادی سر و کار داشتم. در آنجا فهمیدم که از دخترها بیشتر از پسرها خوشم میاید. فریبا میگه سالها گذشت تا او جرأت کند و این راز را به کسی که دوستش دارد بگوید. وقتی فریبا به یکی از دوستان قدیمیش گفت که عاشق اوست، دوستش شوکه شد. بله، شیما شوکه شد. به شیما گفتم نسبت به او احساسی دارم که معمولاً پسرها به دخترها دارند. شیما مدتی از من دوری کرد، ولی بعدها رابطه مثل یک زوج بینمان برقرار شد. فریبا میگوید: ما معمولاً هفته یک یا دو بار همدیگر را می‌بینیم، ولی رابطه خود را مخفی نگاه می‌داریم. یک روز من با شیما قرار ماندیم که همدیگر را ببینیم. خیلی دلم برش تنگ شده بود. دوست داشتم وقتی دیدمش بغلش کنم و حسابی او را در آغوش بگیرم. در آن روز متاسفانه با هم در یک کافه قرار مانده بودیم و نشد که بغلش کنم. اما حسابی گپ زدیم و در مورد آلت تناسل همدیگر گفتیم و خندیدیم و شنیدیم، تا جایی که شهوت هر دویمان به اوج رسید. با شیما گفتم من دیگه طاقت ندارم، بریم خانه ما. ولی شیما گفت: اگر فامیلیت بفهمن چی؟ من گفتم نمیفهمن، میگم که دوستم آمده و در اتاق دیگر میریم و کار خود انجام میدیم. با همین گپ شیما هم از خدا خواسته قبول کرد. وای خدای من، چهره زیبا، فریبنده و همچنین دلربا. فریبا گفت: چطور است که با هم اول شراب بخوریم؟ باشه؟ شیما هم قبول کرد. با هم به اتاق تاریک رفتیم. وقتی دروازه اتاقم را بستم، هر دویمان همدیگر را بغل کردیم و شروع به بوسیدن همدیگر کردیم. دروازه ناگهان باز شد. بچه جوانی را روبروی خود دیدم. وای خدای من، چه جریان دارم؟ بچه جوان گفت: ای حرامزاده همجنس باز، خواهر مرا در خانه خدا آوردی و همراهش سیکس میکنی؟ حال همراهت یک کاری میکنم که هیچ کس نکده باشه.
بچه جوان پیش آمد و یک سیلی محکم به صورتم زد. تنها چیزی که یادم میای از ضربات و حرکات بدن برادر فریبا بود. آلت مردانه‌ای که حس میکردم در درونم مثل یک مار تکان میخورم. حال و نای جیغ زدن نداشتم. در تاریکی فرو رفته بودم. فکر میکردم خواب میبینم. بیهوش شده بودم. بی احساس. و دیگه هیچ چیزی یادم نمیامد. جای زخم‌های او بچه حرامزاده کی بلا را به سرم آورده بود تا 3 هفته باقی ماند. از واژنم خون زیاد می آمد. موبایل فریبا همچنان خاموش بود. اصلا باورم نمی شد. خدای من ای چی بلا بود که به سر ما آوردی؟ چرا ما اینقدر سادگی کردم؟ پس از مدتی احساس سرگیجه کردم و حالت تهوع و استفراغ داشتم. وضعیت من خیلی خراب بود. فکر میکردم حالی از دنیا میرم. ولی با این حال خرابم به دواخانه رفتم و یک بیبی چک خریدم. وای خدای من، دنیا سرم چرخ میخورد. هر دفعه با خودم میگفتم چرا این کار کردم؟ چرا به گپش گوش دادم؟ بله درست است، من باردار بودم. این بار هم به خاطر یک هوس. اوه خدای من، حالی باید چه کنم؟ نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چنل یوتیوب نکست فان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.